الرحمن الرحیم. خدا رو من شکر میکنم که مطالبی که من خیلی تو این عرصه هم نوشتم هم گفتم تو این 30 سال گذشته، من از زمانی که وارد مجموعه دانشگاه امام حسین و بعد بقیه اطلاق شدم، من عمدن ایمیلم رو گذاشتم اونجا. خواهش میکنم اونهایی که میخوان بعدن با من ارتباط داشته باشن این ایمیل بنده رو داشته باشن، چون مباحث فنی و تخصصی مطرح خواهم کرد که ممکنه برای شما ابهام پیش میاد، بعد از من بخواید که اون موضوعی که گفتید ریفرنسش کیست میخواییم، چون من خیلی دانشجو دارم، شاید نزدیک 10-12 تا دانشجو دکترا دارم، حدود 15 تا دانشجو فوق لیسانس دارم، حدود 70-80 نفر هم دستیار دارم که اینها تحقیقات بنده کمک میکنن تو عرصه‌های مختلف. حالا که باز کنم براتون خواهید دید چرا این تیم گسترده داره تو کشور کار میکنه، به دلیل تهدیداتی که الان من نشون خواهم داد. شاید برای اولین بار شما این چیزایی که الان در طول این 1 ساعت نشون خواهم داد رو اصلا ببینید. خیلی چیزهایی که خواهم گفت در جامعه ما خیلی مطرح نمی کنیم. به مسئولین، به فرماندهین، رهبری در جریان هستند، سپاه، ارتش، ستاد کل، جاهایی که باید اقدام بکنن، وزارت بهداشت، وزارت جهاد کشاورزی، اینها همه میدانن. سازمان پدافند غیرعامل که بنده تقریبا مشاور سردار جلالی هستم تو عرصه بیولوژیک، بالاخره ما رصد میکنیم. اول فقط یه تذکر تو این اسلاید میدم، دقت کنید. من قصدم ترساندن و بزرگ نمایی و چون خیلی از بعد از جلسات ما میگن دکتر عجیب اسلایدات ما رو ترسوند یا به وحشت انداخت، آیا واقعا اینها واقعیت داره، واقعا اینجوریست فلانه. نه، قصد ما بزرگ نمایی نیست، بس قصد ما واقع گرایی است. دشمن عرصه‌های تهدیدش رو بسیار گسترده کرده. ایشون تو مقدمه فرمودند دانشمدار تهدیداتش. ما که دیگه جنگ سخت نداریم. من به دوستانم میگم ما دفاع مقدس دشمن رو روبرو میدیدیم، حالا دیگه دشمن رو رصد کردنش خیلی سخت، نمیشناسیم. و این دشمن داره با ابزارهای عجیبی زیرساختهای ما رو مورد صدمه قرار میده. فرهنگ بحثش مفصل، اصلا این مؤسسه کارش این است. من اصلا کوچکتر از آنم در این عرصه کار کنم، در حالی که به شدت حساسم، چون منم خانواده دارم و بنده زندگی میکنم تو این جامعه. من تو آمریکا که بودم دوره فوق تخصصم رو میگذراندم، یک استادی به من گفت موقع که داشتم چمدانم میبستم برای برگشت، به من گفت کجا داری میری؟ گفتم برگردم به کشورم خدمتی بکنم. گفت برگردی چه خدمتی بکنی؟ این تکنولوژی که تو اخذ کردی به درد اونها نمخوره. حالا من خوشحالم برای شما اعتراف بکنم که ما به چه کشفیات و به چه پیشرفت‌هایی رسیدیم. اگه ما بر نمیگشتیم و اون رفاه رو حفظ میکردیم، میماندیم در اون خانه هامون، شاید ایران الان اینجا نبود. اونها دقیقا از همین عصبانی هستند، ولی دست به یک کارایی میزنن. تهدیدات سایبری، ویروس های عجیب برای صنعت میاد، برای پزشکی میاد، برای اختلال در نمیدونید چه چیزهایی که یک اختلال فکر کنید فقط در سیستم کنترل پمپ بنزینای ما پیش بیاد، کشور دچار بحران میشه، چون همش بسته به شبکه، همه چی دیگه شبکه است، پزشکی شبکه است. مثلا بقیت الله تشریف میارید سی تی اسکن میگیرید، دیگه به شما فیلم نمیدن که، یه شماره میدن، بعد میری شما ساختمان اون طرف، پزشک اون کد رو میزنه به سی تی اسکنش، همه چیز شبکه شده. از این بیمارستان الان دیگه سلامت داره شبکه میشه، خونا میدونن میخواین اختلال. بانک بکنید یه اختلال تو شبکه‌های بانکی پیش میاد، چه بحرانی پیش میاد. سایبر که ما قرارگاه سایبری داریم الان که اینا رو معرفی خواهم کرد. اقتصادی که دیگه بحثش مفصل است. سیاسی دیگه زندگیمون شده بحثای سیاسی، هر جا میشینیم با هم بحث سیاسی میکنیم. من میخوام به اون آخری بپردازم، زودم برسم، وقتم کمه، خیلی هم حرف با شما دارم، حرفای نو میخوام بهتون بزنم در مورد تهدیدات نوین. دیگه تهدیدات کلاسیک چهرهش عوض شد. من سرتیتراشو مینویسم، خوب دقت کنید. ببین پروژه هایی که برای ما دارم برای 50 سال آینده چیه؟ وقتی که جان کری رفت تو مجلس برای اینکه از طرح توافق دفاع بکنه، من گفتم من یه جایی ببرید شبکه‌ای باشه، میخوام
چون شبکه فلسطینی اینا نیم ساعت نشون میداد قطع میکرد. گفتم یه جایی باشه من همه مذاکرات رو بشنوم، ببینم این وکلا چی میگن، چه سوالاتی میکنن. دقیقا اونهاست. 15 سال حالا من توافقنامه رو خوندم، حفظم. اگر خواستی بار دعوت کنیم در مورد هسته‌ای حرفا دارم برای شما، چون خودم 10 سال تو مذاکرات، تو بحث کنوانسیون ها، تو سازمان ملل، تو وزارت خارجه بودم، تجربیات زیادی تو کنوانسیون ها و معاهدات دارم. ما یه کمیته داشتیم به نام کمیته ملی خلأ سلاح بیولوژیک. من 10 سال از اون کمیته بودم. چقدر رفتیم ژنو، تو سوئیس، تو کشورهای خارجی برای اینکه از حقمون دفاع کنیم، چون کنوانسیون خیلی پیچیده است مذاکراتش. ببینید این پروژه ها رو بخونید، برای ما کار دارن میکنن. این پروژه ها بهش میگن مگا پروژکت. اینا میلیاردها دلار پشت این پروژه ها پول هست. آقا یک دفعه سال گذشته یک دفعه اعلام میکنن این کنترل جمعیت رو جمعش کنید. این پروژه است. پروژه اسمش هست پاپولیشن کنترل پروژه، از 1976 شروع شده. اینا میگن ما نمیذاریم هر کسی هر چی دلش خواست بچه به دنیا بیاره. اونم جهان شیعه کلام با جمعیت خاصش. حالا خواهم گفت به چه روشهایی دارن بهش میگن پاپولیشن ریداکشن، چجوری جمعیت رو میارن پایین. رژیم صهیونیستی تنها کشوری است که از این پروژه خارجه. هر چه بخواد زاد و ولد باید بکنه. این پروژه ساخته شده برای مسلمانان و برای کشورهای فقیر، چه سنی چه شیعه، تمام فرقه اسلامی. برید بخونید، شما که اهل تحقیقید. من به شما کلید واژه میدم، برید تحقیق کنید، یا بیایید به من بگید دکتر میشه تو اون پروژه ما هم درگیری کنه، بیاید یکی از پروژه من، بعد من اینا پیپر میکنم، چاپ میکنم تو دنیا. من همین چند روز آینده باز دارم میرم کشورهای خارج، اونجا اعلام میکنم با زبان باز. هر چه وزارت خارجه من میگه مراقب خودت باش، بالاخره این آدما رو حذف میکنن، میگن ما در تا زمانی که اونجا بودیم گلوله و توپ و تانک بود، خب وایسادیم، لیاقتشو نداشتیم، موندیم، حالا تو این جنگم هستیم، فرقی نمیکنه. شهید تهرانی مقدم مگه در زمان جبهه شهید شد؟ شهدای هسته‌ای مگه در زمان دفاع مقدس جنگ نامه داره؟ بس اسم این پروژه اول عظیم، پروژه کنترل. حالا چه رابطه به بحث من داره؟ رفتم جلو، خواهید دید. با روش‌های بیولوژیک دارن جمعیت رو کنترل میکنن. کلینیک‌های نازایی ما، بیاید آمار بهتون بدم. بیاید برید ابن سینا رو یک روز فقط صبح بشینید تا عصر، زوجهای سن باروری میان. من روزی 10 نفر مراجعه دارم، دکتر ازدواج کردیم نتیجه نمیده، مشکل چیست؟ این برمیگرده 15 سال گذشته، رومون کار کردن. ناباروری داره بیداد میکنه، تکنولوژی های باروری داره پیچیده میشه. ایجاد بیماری اختلال در سلامت با چه روش هایی؟ بیایید تشریف بیارید بقیت الله، من این نمونهشو بهتون بدم. بیایید میلاد، برید ساسان، بیاید تحقیق کنید. کلینیک های اونکولوژی ما دیگه جا نداره. پزشکی رو من چند هفته پیش دیدم، از روبروم میومد، چهره عبوس و افسرده این پزشک فوق تخصص سرطان رو دیدم. رفتم جلو گفتم دکتر چرا حالت چرا اینجوریه؟ گفت دکتر کرمی حالم اصلا خوب نیست. گفتم چرا؟ گفت میدونی از صبح تا حالا چند نفر رو ویزیت کردم؟ گفت حدودم. گفتم میدونم حدودن. گفت بگم همشون مثبت بودن؟ نداشتیم ما چنین وضعی. حالا عکسای نشون میدم، به فکر فرو برید. شاید تکان دهنده باشه این عکس ها، عذرخواهی میکنم، تکان دهنده است. نمیدونم چه واژه‌ای به کار ببرم، نمیدونم ضبط میشه، پخش خواهد شد. خدا بعضی وقتا میخوام فریاد بزنم تو این نمایش‌های بین المللی. کجاست این حقوق بشر؟ کجاست این اخلاق؟ اتیکس کجاست؟ بگذاریم. اینقدر درد دارم که بعضی وقتا خانم من به من میگه بس دیگه، جمع کن برو تو زن، به اندازه کافی گفتی، برو ذره زندگی کن. میکشه این درد تو رو، تو که 100 جور مرض داری. میگم نمیتونم، طاقت ندارم با چشم ببینم چه میکنن سکوت کنم. از بین بردن اعتقادات دینی، بهتون پروژه رو امروز معرفی خواهم کرد برای اولین بار. بزرگواران، من کوچیک شما هستم، میدونم همتون چقدر توان و ظرفیت دارید. این واژه‌ای که خواهم گفت رو بنویسید. حالا دیگه دارن با ژنتیک به اعتقاد دینیمون حمله میکنن.
اسم پروژه رو الان خواهم گفت، برید تحقیق کنید، 60 40 صفحه‌ای به دست بیارید، چون پروژه فوق محرمانه است. خدا حفظ کنیم بچهای گمنام امام زمان رو. بتونستن 300 400 صفحه‌ای از اون ور مرز برای من سند آوردن. پروژه وحشتناک خطرناک برای آینده است، نشون خواهم داد. کنترل منابع، اصلا میگن رژیم صهیونیستی با یک واژه میخواد کار کنه، سلاحش یک واژه است، کنترل. همه چی رو کنترل خواهم کرد. چی؟ آب، غذا، بهداشت، دارو، محیط زیست، فناوری، علم، دانش. همین قبل از آمدن به این جلسه دیدم دستگاه هم بیب بیب کرد، باز کردم دیدم دانشجوی دکترای نخبه ای از سوئد نوشته دکتر تو 3 تا پروژه کار میکنم، به من کمک کن. رفتم پروژه ایره به اینجا رسیدم، یک گام گذاشتن جلو، گفتن از این بعد دیگه تربدی به تو نداره. گفتم چرا، بس دانشجوی سوئدی کار میکنن؟ گفت اونا سوئدی هم، تو ایرانیست، این تیکش دیگه مال تو نیست. میگم من از آزمایشگاه من انداختم بیرون، به جای دیگه نفوذ کردم توی سیستمی، تا اینجا رفتم جلو، خواستم میذاره جلو برم تو نانو بود، گفتن اینجاش دیگه نمیتونی، برگرد، به تو ربطی نداره، تو ایرانی هستی. دانش رو هم کنترل میکنن. من دانشجو داشتم اسمش رو میگم برید سرچ کنید، الان کینگ کالج لندن استاد شده، بعدن خصوصی بیاید بهتون بگم. فرستادم توی رشته ای، نوشتن توی این رشته نمیتونه، اسمش رو عوض کردم، سیستمش رو عوض کردم، فرستادم گرفت، ولی جذبش کردم نذاشتم برگرده ایران. دیدن این خیلی نابغه است، حقوق اینقدر زیاد دادن، آدم ارزش دارن، قیمت دارن. کنترل آخری، این چیزی که داره فاجعه ایجاد میکنه، فاجعه داره ایجاد میکنه، سبک زندگیمون رو دارن عوض میکنن. از پوشش دخترها تو خیابون ببینید، رفتار موهای آقایون، روش های عجیب و غریب زندگی که نمیخوام بگم، جشن تولد سگ گرفتن و چیزایی من خبر دارم که شما میدونید بیشتر از من، نبود تو فرهنگ ما اینها، دارن عوضمون میکنن، میخوان اونی بشوید که او دوست داره. من میگم به خانوادم، میگم دقیقاً برعکسش رو عمل میکنم، تو فامیلم در حد توانم نفوذ کردم، در اقوام، در روستاهایی که میرم جلوشو گرفتم، ولی دارن کار میکنن. به قول آقای استاد، شبکه‌های اجتماعی دارن تغییر سبک زندگی میگن. بگید رفتارها رو ببینید، این رفتارها کجا بود؟ پنتهاوس‌های 600 متری طبقه 30 جگوزی و فلان و فلان، کجا این از کجا اومد؟ حیوانات عجیب و غریب تو خونه ها، فیلم ها، مشروب. کشتیگیری پریروز اومد پیش من گفته درو ببند میخوام چیزی بهت بگم، شاید تا به حال نشنیده باشی. گفت چی؟ گفت سرطان خون توی کشتیگیرهای ما. گفتم چرا؟ گفت مشروب میخورن. گفتم سند داری؟ مربی کشته یک باشگاه معروفه. گفت دکتر یک هفته بهم فرصت بده میام سراغت با سند. برو هشدار بده، یه خبر، یه اتفاقی داره میفته، این مکمل‌های غذایی آلوده است، این چیزایی که میزنن به این ورزشکارا برای عضله آوردن اینا، این با چی، با چه قدرتی؟ کلینتون اسمشو معرفی کرد، اسمشو گذاشته سمارت پاور. یک ویژنامه استاد چاپ کنید در مورد سمارت پاور، قدرت هوشمند. تعریفش چیست؟ قدرت هوشمند یعنی قدرت سخت رو با قدرت نرم جمع کنیم. این سادگی میگفتن هویج و نمیدونم چماق و فلان، شنیده بودید دیگه، از یه طرف فشار، از بالا فشار. نه این نیست. تمام علوم و فناوری ها رو در اختیار میگیرن تا جامعه رو کنترل کنن. دانشگاه ها، من دانشگاه ها درس نمیدادم، گفتم یه بار دانشکده پزشکی خیلی زنگ می‌زد، گفتم برم چه جوری، رفتم دیدم دارن عمل میکنن. خود دانشگاه، رئیس دانشگاه رو دعوت کردم، گفتم بیا بشینم براتون صحبت کنم، این سیستمی که شما اداره میکنید دقیقاً تحت کنترل اونایید، خروجیاتون به درد نمیخوره. قدرت علمی، فنی، دانش قدرت است، قدرت هم اقدار. آقا چقدر میگه فناوری های نو، چقدر میگه؟ چون بابا جان دنیا یعنی این، هر کشوری که به دانش رسید به اقتدار رسید. آقا چقدر تاکید میکنم فناوری‌های نوین، مسئول موضوعشون خوابن، چرت میزنن. 3-4 تا ستاد داریم خوب فعالیت کرده. ما بعضی جلسات خصوصی آقا میفرمایند، تو جلسات ما میگم 50 سال 200 سال ما رو عقب نگرداشتن، 200 سال
14 تا استفاده از همه مؤلفه های قدرت. وقت ندارم توضیح بدم. ببینید قدرت علمی، فنی، رسانه‌ای، شبکه‌های اجتماعی، ماهواره، هنر، ورزش، گروه‌های تروریستی که خواهم گفت الان در بیولوژی کار اومده بغل مرزمونه. هر قدرت بچه‌های سپاه، قدرت بسیج، قدرت ارتش، سربازای گمنام، شما نمیدونید الان ما داعش رو به چه وضعی درآوردم. خدا حفظ کنه افرادی مثل سردار سلیمانی که لباس پوشیده زندگیشو ول کرده بود، از 140 کیلومتری مرز در موصل جلوی داعش وایساده. وقتی برای من تعریف میکنن که دارن به چه سلاح‌هایی دست پیدا میکنن، بیولوژیک رو پیدا کردن، شیمیایی رو پیدا کردن، دنبال رادیولوژیک هستن که الان عکساشو بهتون نشون میدم. تروریست، ناامنی، نفوذ در چرخه دارو، غذا، بهداشت، سلامت، گردشگری، بلد نیستن گردشگر بیارن، آمار میدن تعداد گردشگرها زیاد شده. ما خدا حفظ کنه باز این بچه ها رو رصد میکنن وارد این تیمایی که وارد مزارع ما میشن، میرن توی ذخایر ژنتیک ما، تمام چیزایی ما رو استاد دانشگاه رو گرفتن. من تو یک اسپین میخوام میرم در شهرستانی دیدم تا آسانسور وقتی اومد تو اونجا نشسته بود گیاهی که از جیبش داره بر دیدم جزو ذخایر ژنتیک ما رو تو جیبش داره برمی داره با خودش میبره، ژناش استخراج میکنن چیکار میکنن. هندوستان یک دونه درختش ماده بود استخراج کردن، هندوستان رفت بر دادگاه لاهه شکایت کرد گفت این ماده مال درخت هندی است، حقش رو گرفت. مال ایران 90% شو بردن. اصلا کشاورزی ما اصلا خابیده، اصلا ذخایر ژنتیک اصلا نمی‌دونیم چی هست، دارن میبرن. همین توریستا که افتخار میکنن آمار میدن دارن میان تو کشور، اینا نه، اینا با هدف دارن میان، حساب شده میان، 10% چون برای دیدن فلان میان، بله اونا فیلمه ولی اصلشون بدن با هدف و سیاست. گردشگری، سایبری، ضربه به زیر ساختای کشاورزی، منابع طبیعی، خوشسالی. خوشسالی، کاش وقت بود براتون صحبت میکردم که ریشاش از کجا داره بر میگرده. گرانی، تورم، بیکاری، تغییر سبک زندگی، تجملگرایی، ابزارهای جنسی، وحشتناک شده ابزارهای جنسی، میفروشن این ور اون ور، شکلاتای اومده بچه میخوره تحریک میشه جوون، توش ماده وارد کردن، سیگارهای هست میکشه خودشم نمیدونه چرا قوت تو سیگار وارد کردن. ما آدامس پیدا کردیم تو مهد کودک ها وارد کردن. سردار سپاه من مراجعه کرده میگه دخترم 9 ساله است بردم دکتر، میگه بلوغ زودرس پیدا کرده. دکتر این یعنی چی؟ وقتی براش گفتم میدونی تو گوشت هایی که ما میخوریم چه هورمون های رشد وارد کردن، هورمون رشد باعث میشه بدن تغییر میکنه، سیستم تغییر میکنه، زایمان دچار مشکل این گوشتایی که می‌خریم کجا رصد میشه؟ پریروز خدا حفظش کنه از یه جایی پیش من اومدن آدمای بزرگ، خیلی بزرگ، وارد کنندگان عظیم گوشت کشور، جلسه 4 ساعته داشتیم. دکتر بگو چی کار کنیم؟ گفتم بگید چرخه خرید گوشت رو بگید. برام نیم ساعت توضیح داد. داما رو چیکار می‌کنیم؟ چیکار می‌کنیم؟ گفتم خطر دقیقاً اونجا اونجا اونجاست. گفت حالا اصلا نمی‌دونست. برنجای کیمیا آرسنیک داره. تحقیق نشون داده 45% برنج هایی که وارد کشور می شود تراریخته است. کجاست این وزارت بازرگانی؟ کجاست وزارت کشاورزی؟ کجاست آزمایشگاه تشخیص تراریخته؟ دکتر خیام نیکوی پریز جلسه بودیم میگفت برزیل بودم دیدم سویار که میریزن تو چه، یه ذره رفت دستگاه برداشت کشید ریخت فلان، همونجا کیتی رو گذاشت فلان کرد، گفت این تراریخته است. ما رو زد یا نزد؟ ما اینجا نداریم کشتی 100,000 تن داره ذرات وارد کشور میشه. روش‌های پیچیده‌ای که بعضی‌هاش امروز به شما نشان خواهم داد. دشمن بسیار پیچیده عمل می‌کنه. آخرین علوم فناوری‌ها، این اسلایدی که مرکز استراتژیک نوشته، تو رو خدا برید عینشو کپی کنید، واژه‌شو بهتون میگم، اون بالا رو بنویسید، میاد یک محقق از بین شما پیدا بشه بیاد پیش من کمک کنه همینا رو. میگه 14 تا چالش بزرگ دنیا داره. این 14 تا چالشو نوشته این بغل. وقت که نیست براتون حرف بزنم دونتون رو. سلام، همین هایی که اکثرش رو من گفتم، این 14 شو این در ورده بیرون. دنیای آینده آب که شده یه دیگه بحران جدیست در ایران. آب شده بحران جدی. فکر نکنید ایرانه. دنیا با چالش آب مواجهه. کیا پشت سر قضیه هن؟ شرکت نستله. همینش که شیر خوش تولید میکنه. برید ببینید شرکت نستله درباره آب چه نقشه ها داره برای آینده.
ما درآوردیم، چه نقشه ها داره. تو آمریکا دعوا هست الان، شرکت نشه میره چشمه ها رو میخره، تصاحب میکنه، دورش دیوار میکشه، میگه ملک خصوصی است، آب ها رو داره تملک میکنه. اینا نقشه دارن برای آینده آب دنیا. من میگم 6 تا چیز، با این 6 تا چیز کره زمین رو کنترل خواهند کرد. یک آب، دو غذا است، محیط زیست، جمعیت، داروست، کنترل میکنن. این بهش میگیم جنگ نوین. ما تو سپاه بهش میگیم جنگ نوین. ما 30 سال پیش شروع کردیم در مورد. جلسه داریم، کمیته داریم، در میاریم، رصد میکنیم، اطلاعات، عملیات. فکر نکنید مردم ایران ماشاءالله ابرقدرتی است. چرا آمریکا حریفمون نمیشه، هارت و پورت میکنه؟ میدونه ما چقدر میدونیم. میدونه چی داریم. سرده سلامی حرف دیروز حرف قشنگی زد. گفت آمریکا میدونه ما چی داریم. ما نمیگیم، ولی او میدونه ما چی داریم. جرأت نمیکنه، هارت و پورت میکنه. ولی از زیر حالا داره با این روش هایی که امروز میخوام بگم، حریف موشک های ما نمیشه، حریف قدرت نظامیمون نمیشه، حریف ابرقدرتی مثل ایران نمیشه. یک عربستانی نوکری رو که یمن بدبخت رو به این روز در بیاره که صحنه هاش باور کردنی نیست. 60 اوورده بودن بیمارستان بقیت الله، فقط میومدید به خدا این مصدوما رو میدیدید، فقط کاش میومدید. من که اون 3 روز بیمار شدم، افسرده شدم، کاش میومد اون مصدومای یمنی تو بقیت الله رو میدیدید به چه وضعی در برده بودن. یه آدمای بدبخت، فقیر. این جنگ نوینه، بیولوژیک، شیمیایی، هسته‌ای، فلان. این ناجوان مردها براشون کوچک بزرگ که فرقی نمیکنه، که سردرش رو اینطوری میکنه. آخه این نوزاده حتی خود صحنه هاشون همی الان میبینید تلویزیون، بچه ای که سوخت جزغاله شده، عربستانی که خودش متولی کعبه میدونه، شده نوکر مزدور اسرائیل. نقشه است، کاملا نقشه است. حالا انشالله بحث تکفیری ها رو استاد خودشون خواهند گفت. وای وای وای، در حلب چه کردن. این گاز خردله، ولی این تابونه، سارینه، ویکسه، بهش میگیم عوامل اعصاب. بچه فقط نگاه کن، یک نفس میکشه، تمام، رسپتور رو متوقف میکنه، دستور توقف و تنفس میده. بچه ایبونه که از پله داره میاد پایین، من صحنه ها دیدم در حلبچه. از اون موقع من این درد افتاده به چون کامیون جسدها رو هم میکردیم روی هم دیگه، ماسکامون رو در میاردیم، یکی داره تکون مخاره میذاشتیم تو دهن اون، سی پی آر میکردیم. نمیتونم دم از اخلاق و حقوق بشر میزن. تشریف برید ساسان، شما که اینقدر بزرگواری تو این گرما میای تو این سالن، معلومه خیلی خیلی آدم های استثنایی هستید. شما تو این گرما میگرفتن خوابیدن. نمیدی بحث فرهنگ بشنوی. تشریف برید 4 تا از این جانباشزای شیمیایی رو برید تو اتاق. اگه 5 دقیقه تحمل کردید نفس کرده، نفس کشیدنش رو، 23 سال از تخت پیاده نشده، بدون دستگاه نمیتونه نفس بکشه. برادر من 50,000 مصدوم شیمیایی دیگه سندش فاش شد. اینا نگاه کن دیگه، اسناد شما در میاریم. آمریکا صریحا اعتراف کرد ما سلاح شیمیایی دادیم به عراق. میخواید اینا رو چاپ کنیم؟ وزارت خارجه آخه میگم به من بعدن تذکر میدن دکتر تو خدای زرس دیپلماتیک، میگم کشتید ما رو با این دیپلماسی. بذارید دردمون رو بگیم. چرا این اسناد ارائه نمیدید؟ چرا نمیرید شکایت کنید؟ چرا نمیرید تو این دادگاه حق مردم رو بگیرید؟ بیاید بریم یه بار، بیاید بریم ما هم سردشت، بیا یه هفته بریم سردشت شما زندگی کنیم با هم. نه حقوقدان ندارن؟ چرا حق بچه های ما رو نمیدن؟ خونه آلوده وارد کشور کردن هنوز، بعد فسفر سفید آوردن، اول توی فلوجه زدن، بعد آوردن توی غزه. چه کردن تو غزه؟ این یه بچه 12 ساله است آوردن بقیت الله، جراح ما داره این ترکش ها راست توی در میاره. من بالا سر این بودم، این ترکش ها رو که با این پنس در می آورد اینا دود می کرد.
بچه جیغ میکشید. به عربی میگفت دارم میسوزم. 12 سالش بود. دکتر میگفت در حد توانم در میارم. ولی دکتر بدن این پر از این ترکش هست. یک بمبی ساخته تنگستن داره. مثل تیغه. میره تو گوشت. میره تو استخون. این جوانی که اینجاست 2 ساعت بعد ریاش از کار میفته. زیر بمباران فسفر داره حیوانکی میدوه. کجا حقوق بشر؟ ما تو سوئد نمایشگاه گذاشتیم. سوئدی خیلی آدم خشکه، مثل ما نیست، در اینجوری احساساتی هستیم، روک خجالت نمیکشیم. ما به برای امام حسین افتخار میکنیم، گریه میکنیم، برای ظهور درد میکشیم و گریه میکنیم. آقا بیا بس، خسته شدیم، با خدا بیا راحتمون کن. چقدر ظلم، چقدر ظلم. نگاه کنید این بچه ها رو. من طاقت ندارم، به خدا. من بودم، من تو سوریه بودم، من تو عراق بودم، من تو بصره بودم. حالا عکسای بعدی بدتر از این. آخه این بچه ها چه گناهی کردن اینجوری تکفیری ها به کار بردن، سلاح شیمیایی به کار بردن، سلاح شیمیایی وحشتناک. بعد این شیمیایی بود، رادیواکتیو. تو عراق که بودن این گلوله سمت چپی رو میزدن به تانکای عراقی، به این شکل از این ور میخوره از این ور میاد بیرون. این سرش اورانیومه، هیچ تانکی در مقابلش قدرت مقاومت نداره. این سلاح جدید ضد تانک آمریکاست، چون میدون اورانیوم یک فلز فوق العاده سنگین و سفتی هست. حالا کاری ندارم، دانشش بسیار پیشرفته، بهش میگن دیپلیتد اورانیوم، ولی حاصلش میشه این. الان تو عراق از اینا زیاد، تو بیمارستان ها ما میریم میبینیم تو این سفرها، مادرهایی که بچه های عجیب غریب به دنیا میارن. بر از ما سوال میکنه چرا، ما هیچ مشکلی نداریم. نمیدونه بیچاره، اکسپوز شده به اورانیوم. بچه های به این شکل داستان ها داریم، تو مجلات پزشکی چاپ شده. اینجا نگاه کنید بالاش چی نوشته، عراق کانسر کرایسیس، بحران سرطان در عراق. دوستان باید بریم پرونده رو یکیمون کار کنیم. باید توی رسانه اجتماعی این اکسا، این سنستان است، انقدر بگذاریم، انقدر. حالا از عراق رفتن به افغانستان، اونجا هم شروع کردن استفاده از این سلاح ها. وجدان که ندارن، که دارن تست میکنن این سلاح ها رو قبل از این که بیارن تو عرصه، تو کشورهای مثل افغانستان، تو غزه میدن به اسرائیل، میگن رو مردم چک کن ببینیم چی جواب میده. ترور میکنن. ترورای جدید دیگه مثل ترورای قدیم بمب اینا نیست. اسم این ماده رو بشناسید، پولونیوم 210. دیگه ثابت شد عرفاتو آروم آروم کشتنش. عرفاتی که نوکر اونا بود، بقیه هم کشتن. تمام اعما و احشا رو به هم میریزه. آروم آروم طرف میبینه که حالش خوب نیست، راحت هم نرم، مرگ نرم بدون هیچ علامت. رئیس جمهور اوکراین ببین به چه روز داره بردن، با عاملی به نام دیوکسین. این قیافه اصلیشه، ببین دیوکسین رو به چه روزی داره برد. همین قیافه باعث شد انتخابات بعدی دیگه رأی نیاورد. اینا دولت عوض میکنن با این سلاح‌های نوین. جنگ‌های مخملی یه طرف، استفاده از روش‌های بیولوژیک برای حذف مخالفین یه طرف. داستان این خیلی طولانی است، برید بخونید تو اوکراین چی کار کردن. الان که ببینید چه خبره، این خبرنگار مخالف رو به آرامی حذفش کرد. خیلی کسی ذره تند روی کنه حالش خوب نیست، یه هفته بعد هم از دست میره. برید داستان اینو بخونید، پولونیوم که چجوری اصلا قابل تشخیص هم نیست، قاچاق مواد رادیواکتیو. حالا داعش دنبال خرید این رادیواکتیو هست برای اینکه پرتاب کنه به جای. سلاح جدیدی رو ورده، منم بلد نیستم چیست، تو رصد ها پیدا کردیم. دایم به بچه های تسلیحات گفتم توی سخنرانی، برید دنبالیم، به پزشکای ما یاد بدید چیکار کنیم اگه خدای نکرده، خدای نکرده اتفاق افتاد، که پیدا کردن چیزی اسمش دنس اینرت متال اکسپلوسیو، یه بمبی عجیب اسرائیل تازه ساخته، تو غزه داره تستش میکنه که بعدن انشالله توسعهش بده، خدا لعنتش میکنه.
اینا اول دو غزه تست میکنن، بعد میرن تو عراق، بعد میرن تو فلسطین، بعد اندام ها رو آمپوته میکنه. سلاح های رادیواکتیو ساختن مثل ماکروفره. شما سیب زمینی میذاری تو ماکروفر، میذاری تو 3 دقیقه این ماکروفر میاری بیرون، میدی تو مغزش سوخت. این چیه؟ انرژی الکترومگنتیک فیلد داغ میکنه از درون. حالا اینو بزرگش رو درست کردن تو عراق افغانستان برای ضد شورش استفاده میکنن، تبدیل به سلاح شده. از راه دورین رو پرتاب که میکنه 300 متر اون طرف در آدم ها احساس میکنن از درون دارن میسوزن. من فیلماشو دارم، برید بزنید تو اینترنت میاد. اسم اینو بزنید Active Denial System، فیلماش میاد، نشون میده مرده توی ساختمونی تروریسته، میخواد با تفنگ یک کس رو ترور کنه. برید فیلماشو ببینید. من زیاد دارم تو دستگاهم هست، وقت نیست نشون بدم. این دستگاه رو میگیرن به طرف این ساختمون روشن میکنن، نشون میده آقا داره تکتیر انداز، داره جرایی، دستش میسوزه، اسلحه رو میندازه زمین، بدنش شروع میکنه سوختن. ماکروفه داره میسوزونه، درون قلبش داره میسوزه. این تکنولوژی اومده که حالا فرمانده سپاه دستوری داده خواهید. بس بیوتروریسم یعنی استفاده از عوامل بیولوژیک برای انسان، از قدیم بوده. آگروتروریسم برای دام و کشاورزی. حوادث بیولوژیک عمدی، میکروب رو استفاده میکنن برای اینکه جامعه رو آلوده کنن. هفته پیش نم سری موبایل من زنگ زد، دکتر بازم اتفاق افتاده. حالا یه ذره سیستممون خوب شده تو کشور، هنوز نرسیدیم یه 110 داشته باشیم برای این حوادث. داریم هماهنگ میکنیم که انشالله درست بشه. تو دنیا 112 است. به موبایل من زنگ زدن، دکتر استان فارس. هم کدوم شهر؟ سپیدان. چه خبر شده دکتر؟ 2000 نفر اسهال و استفراغ گرفته. دویدیم بررسی کردیم، منبعش رو پیدا کردیم، رفالودگی کردیم، اونو حل میکنیم. یه دفعه صدا از جای دیگه در میاد، دکتر این دفعه از فلان شهر منبع آب آلوده کرده. بابا رفتم فلان شهر، نمیخوام اسمشو بگم، 4 ماه پیش اونجا سخنرانی کردم، استاندارم بود، بودم برید من منابع شهر رو ببینم. رفتیم بالای منبع اصلی شهر، باز نه نگهبانی، نه دوربینی، نه هیچی. خب یه نفر با این صف تا گفتم پدافند قرامه فعال شد، درست کردن، دیوار کشیدن. مسئولین باید سلامت مردم اولویت یکشون باشه. بیوتروریسم، بس این واژه رو یاد بگیرید. بیوتروریسم یعنی ترور بیولوژیک، استفاده از عوامل بیولوژیک برای کشتن انسان‌ها. واژه‌های متعددی توی رسانه‌ها اومده. آبله و فلج اطفال از دنیا داره تقریبا ریشه‌کن میشه. آبله که ریشه‌کن شده، فلج اطفال هم داشت میرفت، در ایران تقریبا ریشه‌کن شده، آوردن تو پاکستان آلوده کردن افغانستان و متاسفانه باز داره آلودگی وارد کشور میشه. این نشون میده که نمیخوام بذارم فلج اطفال در ایران ریشه‌کن بشه. بیماری‌ها همینجور دنیا رو داره میچرخه. فرصت ندارم براتون بگم که چه بیماری‌های جدیدی هر روز تو دنیا داره ایجاد میشه، مثل آنفولانزا. میگن دکتر چرا انقدر بیوتروریسم مهم شده تو کشور؟ شیمیایی داریم، رادیولوژیک داریم، هسته‌ای داریم، بیولوژیک داریم، ولی چرا هیچ سخنرانی در مورد شیمیایی میمیایی دیگه نیست، بیولوژیک؟ میگم این جوابتون تو این اسلاید. یک چیزی تو بیولوژیک هست، دشمن رو بهش علاقمند کرده، داعش رو بهش علاقمند کرده، القاعده رو علاقمند کرده، تکفیری رو علاقمند شدن. عکسایی دارم الان خواهید دید تکفیری استفاده کردن جوابش چیست. خدا رو شکر ما سیستمی درست کردیم که حالا خواهم گفت. سررشگر فیروزآبادی دو ماه پیش یه جایی بودیم، گفت حد گذاشتیم خط قرمز رو 40 کیلومتر. داعش که فعلا تو 160 کیلومتری است. رسانه‌ای داره شلوغ پلوغش کردن که داعش تو مرز فلانه. حد ما 40 کیلومتر. داعش فقط جرأت کنه به 40 کیلومتری ایران برسه، پودرش میکنه. ما هنوز کاری نکردیم با داعش. ما فعلا نیروهای مردمی عراق رو فعال کردیم. داعش جرأت داره به 40 کیلومتری مرز ما برسه، ما تمام کشورمون رو جرأت میکنه دشمن. پهبادش اومد رو هوا شکارش کردیم، بعد داعش دوزاری میخواد بیاد جمهوری اسلامی رو، آمریکاش نمیتونه ایران رو تهدید بکنه، داعش اینو رو تهدید کنه. ما مسائل سیاسی داریم. سعد سلیمانی سخنرانی کرمانش قشنگ گفت، اونجا بحث تفکرات خطرناک است که آقای اشاره فرمودن مسجداشون آدمای تروریست تربیت میکنه. یه استادی من گفت دکتر نمیدونی اینا 6 ماه تو نوبت هم برای عملیات انتحاری ثبت نام میکنن، 6 ماه بعد نوبتشون میشه.
تو صفم. خنده دارش هم بهتون بگم جالبه، یک بچه های سپاهی پیشه توی جنوب شرق گرفته بودن، کم مونده بودیم بکشه، جلوشو گرفتن، بدنشو که میگشتن دیدن یه قاشقی اینجاش هست. قاشقو چرا گذاشتی اینجا؟ مثلا که من قراره برم سر سفره پیامبر، باید اونجا غذا بخورم، قاشق لازم دارم. این تفکرات اینا در این حد منحط و عقب مونده است. بیولوژیک چرا مهمه؟ به خاطر اون عامل اول. زنده است. شیمیایی مرده است، رادیولوژیک مرده است، هسته‌ای هم مرده است. بیولوژیک زنده است. بس نیازی به کارخونه نداره. تولیدش ساده است، ارزانه. دشمن نمیفهمه. ویاله میذاره تو جیبش. آدمی که داره وارد مرز میشه، من چون سپاه ولی امر میشناسید، سپاه ولی امر و سپاه انصار مسئول حفاظت مسئولین کشورم، من مدرس بیولوژیک اینا، چون مسئولین دائم میرن خارج، میگن خب دکتر همه جا خطر، آقای ظریف داره مذاکره میکنه، داغ داغه، اصلا حواسش نیست، گلوش خوش میشه، نباید از این آب بخوریم، این آب اونا گذاشتن اونجا، من نیروی حفاظت اونجا وایساده، بگو آب منو بیار. این هوگو چاوز اومده بود ایران تو اجلاس بین الملل، با خودش یه ماشین چای و آب و اینا میوه برده بودن، هیچ کدوم از غذاهای ما رو نخورد. ایران که دوستش بودیم، ولی آمریکایی‌ها بالاخره آلودش کردن، دو ساله حذفش کردن. عامل بیولوژیک نمیشه رصد کرد. من فرودگاه درس میدم که چمدون داره میاد، رصد کن آقای چیز ببینم، رصد کن. من خودم به عنوان مسافر رفتم تو چمدونم عامل بیولوژیک، حالا ساختگی دیگه، رد کردم از گیتا، بردم رد شدم، بعد مسئول حفاظت رو خواستم گفتم بیا مشکلتون اینه. این قضیه مال 6 سال پیش. انقدر فعالیت کردیم، تجهیزاتی خریدیم، چیزایی گرفتیم که شاید اصلا شما اطلاع ندارید. هرچند در بیولوژیک کار بسیار دشواره، وزارت دفاع بسیار خوب عمل کرده، خدا حفظشون کنه، من توشون هستم. ببینید ارزونترین سلاحه، این اسلاید خیلی جالبه، این چیه فکر میکنید؟ گرونترین سلاح به نظر شما، هر کی میپرسم میگه خب هسته یه دیگه، میگم نه، گرانترین سلاح از ناز هزینه همین سلاح عادیه. یه موشک بعضی وقتا $1,000,000 زدن یه موشک تو حتی تو مانور هزینه داره. سلاح هسته‌ای اصلا دو بار تالا تو دنیا استفاده شده، بیشتر انبارداریشه که هزینه داره، الان استفاده نمیشه. سلاح عادیه که گرونه. دومی سلاح هسته‌ایه، سومی شیمیاییه، چهارمی بیولوژیکه. بیولوژیک انقدر ارزونه اسمش گذاشتن بمب اتمی فقرا، چون هر کس میتونه این بمبو تهیه بکنه. با کمال تأسف اینترنت هم پر شده از اطلاعات بیولوژیک. الان بهتون کتابی رو نشون میدم، یه تروریست نوشته تمام اطلاعات ساخت بمب میکروبی رو گذاشته توش، بعد گذاشته تو اینترنت. تروریست‌ها اینو رفتن برداشتن کپی کردن که الان نشون میدم. مقایسه کرده با بمب اتمی. این میدونید که الان دیگه بمب اتمی رو تست نمیکنن. MPT ممنوع کرده تست بمب اتمی رو. میدونید چرا؟ چون سیستمی اومده به نام سیمولیتور، یه برنامه قوی کامپیوتریه، انقدر پیشرفته است، در اختیار فقط 5 تا کشوره. اون تست میکنه، این سلاح و مشخصاتشو بهش میدن، او تست میکنه، میگه این بمب توانش انقدره، این دوکو میکشه، این اون سیمولیتور است. با این سیمولیتور فوق پیشرفته که ما نداریم، اینا تست کردن دیدن بیولوژیک از اتمی خطرناکتره. پایینی 10 کیلوگرم سیازخمه، 10 کیلوگرم، این 10 کیلوتن TNTه، 10,000 تن TNTه، این 10 کیلو سیازخمه، توی فلاکس جا میشه. اون تکنولوژیش خودتون میدونید چیه. این عظمتش بزرگتر از اونه. چرا؟ چون شیوع پیدا میکنه. یا آنفولانزا، وزیر بهداشت فقط گفت شیر پالم داره، سیستم تغذیه کشور به هم ریخت. گفت سیبتون پوستش فلان داره، سیستم کشاورزی ما به هم ریخت. غذا چیز بیولوژیک شوخی نیست. هسته‌ای جزء انباراشونه، استفاده نمیکنن. بیولوژیک جزء زندگی شماست. حالا ان شاءالله بهش خواهم رسید که شما الان تو غذاتون باید چه رعایتی رو بکنید. عواملش هم خیلی مختلفه، وقت ندارم. باکتری هست، ویروس هست، سم هست،
لیستش طولانی است، ما اینا رو درس میدیم تو کلاسامون به دانشجوهای دکترا، لیستش متاسفانه هی داره زیاد میشه، چون رشته مهندسی ژنتیک اومده با ژنتیک عوامل جدید میسازن، اصلا ویروس جدید سنتز میکنن. کتاب ذخیره به خدا، ما ذخیره این علوم مبارزه با بیولوژیک در اسلام، ولی حیف حیف پزشکای ما همه درسشون مال آمریکایی است. هاریسون آمریکایی، مندل آمریکایی، همه درس خونده‌هاشون آمریکاییه، واسه اینکه با حجامت مخالفن. من رفتم سخنرانی حجامت، گفتم من حجامت میکنم، امر پیامبر رو من هیچ وقت به تکسبوک هاریسون. گفت دکتر انتقال خون داریم، گفتم سالی سه بارم خون میدم. گفت حالا اینو دیگه جوابی نداشت بده. من میدونم حجامت منافع مهمی داره. ذخیره خارج شد. طب اسلامی الان تازه داره رشد میکنه، طب سنتی تازه داره، نمیذارن پزشکای غرب زده ما که میگن اینا قدیمی مال هزار سال پیشه. شما سوادتون در حدی که خوندید قادر نیستید خیلی از من خودم میخوام بهتون بگم یه بیمار رو فرستادم به 10 تا پزشک 10 نوع تشخیص مختلف دادن، بیچاره رو علاف کردن، قدش به اینجا که رسید. یه پزشک حاذق، من همیشه سخنرانیام میگم پزشک زیاد داریم، دانشگاه‌ها هم مثل گر رو گر دارن پزشک و استاد تربیت میکنن، دیگه حکیم نداریم، فیلسوف نداریم، نظریه پرداز نداریم، علامه طباطبایی دیگه نیست، ملا صدرا دیگه نیست، بو علی سینا دیگه نیست، خوارزمشاهی هم دیگه نیست. اولین کتاب پزشکی کره زمینه، برید بخونید این کتاب رو، عظمتش رو ببینید. من 10 سال پیش رفتم که منبع دانشگاه تهران، 2 ماه نشستم این کتاب رو خوندم، از روش در آوردم ببینید چی نوشته. بیوتروریسم رو 800 سال پیش درس داده، چون یک بخش داره در مورد سموم بیولوژیک، میگه کنیزکان را به زهر بپرورند چنان که خوردن آن ایشان را عادت شود و زیان ندارد، این کار را از بهر آن کنند تا آن کنیزک را به تحفه یا به حیله دیگر به خصمی که ایشان را بود برسانند تا توسط او با زهر هلاک شود. باور کردنی نیست. من خیلی سوال کردم این معمار اکثرا با سم شهید کردن، اون سم چی بوده؟ کدومتون پیگیری کردید؟ وقتی ابن بلجل میگه 1000 درهم دادم شمشیرم رو به زهری آغشته کردم که به من گفت از این نجاتی نیست، جوابش اینجاست. یک خارجی کشف کرد، هندگیاه آلبیش، یک سم فوق العاده وحشتناک، ما نداریم تو هندوستانه. حالا برسیم به بعد، وقت بگذره. بیوتروریسم تاریخش طولانی است، از قدیم مغولا استفاده کردن. آنفولانزا 1918 در کره زمین 100 میلیون نفر رو کشت. یه بار دیگه ببینید، 50 میلیون نفر رو کشت آنفولانزا. یک اپیدمی اومد 50 میلیون جمعیت کره زمین. خدا نکنه این برگرده، ما اینو میگیم خطرناکترین سویه آنفولانزای دنیا، معروف به اسپانیش، اسپانیایی، از اسپانیا شروع شد. واسه اینه که فصلهای آنفولانزا ما خیلی حساسیم، جلسات روز به روز داریم، اتفاق نیفتد. اما این نقشه رو خوب دقت کنید، استراتژیکه. شما اهل فکرید، تک تکتون ماشاءالله نخبه اید. من چون در آمریکا درس میدادم، تو 30 نفر من 2 تا ایرانی میشست، به اینا میگفتم بیایید اینجا، شما بشید دستیارای من، هر وقت من نبودم شما درس بدید. نابغن بچه های ایران، باور کنید نابغن. مسئولین ما قدر این جوانا رو نمیدونن. سالی 180 هزار مهاجرت نخبه داریم، عدد باور کردنی نیست. 180 میلیارد دلار سالانه در از کشور خارج میشه. البته آقا جمله قشنگ فرمودن، ما رو آروم کردن، گفت نگران نباشید، به اینا که داخل هستن برسید. سیستم مدیریتتون ضعف دارید، رک میگه ضعف مدیریت دارید. روزی نیست تو اتاق من 6 نفر نشسته، دکتر ریکامندیشن لتر، میدونید چی هست دیگه، بخوای بره اون و ریکامندیشن لتر میخوای، یه پروفسور رو باید بنویسی. میگم جوان نرو، همینجا من تربیتت میکنم. میگه دکتر شغل نیست، فلان نیست. نقشه رو نگاه کنید، قسمت خاورمیانه. اینو تاریخ رو نگاه کنید. من موقعی که سخنرانی کردم سال 2005 بود، تو مجمع فرماندهی این اسلاید نشون دادم،
گفتم این نقشه رو یک مرکز فوق استراتژیک نوشته در مورد کنترل تسلیحات. اینا جنگ افروزن، این نقشه ها رو میکشن، جنگ را میندازن. مربع گذاشته خاورمیانه، با خدا یک خبری قرارت خاورمیانه بیفته. چرا؟ ایران رو گذاشته اونجا نارنجی کرده. ایران چه میدونه این اشعه هایی که از ایران میاد دنیا رو داره تکون میده. بیدار باش، تکون بخورید. چرا نشستید؟ چرا مثل ما همه نوکرید؟ تکون بخورید، مستقل باشید. صدا داره از ایران میاد بیرون. یه چیز بهتون بگم، اجلاس های ژنو من همیشه لذتی داشتم، این لذت هیچ وقت فراموش نمیکنم. سالوناشو دیدید، سازمان ملل همه رؤسای کشورا نشستن، من با اون مشاور تخصصی صندلی پشت. قانون اینا اینه، اسم ایران اینجوری یه مربع دیدید دیگه، این یه چیزی اینجاست ها. همیشه ما ایران و اسرائیل و عراق میافتن کنار هم، چون همش آی داره ایران عراق اسرائیل نمیافتن کنار هم. باور کنید، اینو با غرور میگم، به خاطر اینکه ایرانی هم دیگه. تین جمع نوبت ایران میرسه. سفیر ایران برای اینکه اون رئیس اونجا ببینه که ایران میخواد سخنرانی کنه، اینو برمیگردونه اینجوریش میکنه، یه چیز بلنده دیگه. خب بین همه نشستن، یه دونه دو تا از اونجا بلند میشه، خب میگه نوبت ایرانه. شما چی داره؟ ولای علی قسم، هر دفعه ایران میگفت خب حالا نوبت منه، میخوایم در مورد آرتیکل فلان کنوانسیون فلان نظر بده. می‌دید سلا همه میچرخه به طرف ایران، بخصوصی کشورهای عربی و فقیر و ضعیف. این حرف دل ما رو میزنه. این یه چیزایی میگه آدم. من 4 ماه پیش اندونزی بودم، با هیئتی رفته بودم سخنرانی داشتم، 4 تا سخنرانی کردم. هیئت مثل اینقدر جمع بود تقریبا. از اینجا اومدم پایین، از در رد بشم دیدم تعداد زیاد هجوم آوردن به طرف من. دست منو میگرفتم، فشار میدادم، بعضیاشو میگفتم دست استاد دستم درد گرفت، تو کجایی هستی؟ میگم من تونسی هستم. بگو دکتر اینا رو بگو. اون یکی میگه من بحرینی ام، اون یکی میگه من از اردن اومدم، اون یکی میگه من از عربستانی ام. تو حرف دل ما رو میزنی ولی ما جرأتش نداری. میگم تکون بخورید، از چی میترسید؟ واقعا شهادته. بگید سیستم ما رو قفل کرد. خب ایران داره این شعار رو میده، مستقل باش، نوکر نباش. آمریکا امام آقا پیروز صحبت میکرد، آدم مای تنش همچین لذت تمام قلبش رو میگیره. ابهت رو ببین، فکر نکنه آمریکا که ما توافق نامه رو امضا کردیم رفتار ما با عوض خواهد شد. ما همون دشمن ما، همون مسئولین ما، بعضیاشون متناقض حرف میزنن. دیروز یکشون رفته با بی بی سی مصاحبه کرده، آقا میگه موضع ما هم خط قرمز. این نقشه 2005. حالا 2009 رو ببینید، خواهش میکنم خوب دقت کنید، به این مربع دقت کن. حالا ببینید 2009 همین مرکز استراتژیک که جنگ طلبانه است، اینا بزرگترین فکرهای جنگ رو میسازن، کدوم منطقه کجا باید جنگ شود. ببین حالا 2009 رو اینجوری میشه. 2009 سوریه رو قرمز میکنه. حریف ایران که نمیشیم، دوستاشو باید بزنیم، پراکندش باید بکنیم، اتحاد از بین ببریم. ما چیش میگیم؟ جبهه مقاومت. شما که از فیلم ها رو دیدید، بچه های حزب الله تو سوریه، تو عراق، تو کوچه پس کوچه ها داعشی ها رو شکار میکنن، پرچم زردشون همش تو دستشونه. اسرائیل میترکه دیگه، اون 33 روزه یه بلایی سرشون آورد، 110,000 موشک. آقا اون اسلاید کلیپ رو دیدید که گاهی اسرائیل بخواد غلطی بکنه، حیفا و کجا رو؟ با تلاویب رو با خاک یکسان میکنیم. بعد اون موشکا رو نشون میده که از وسط جنگلای مازندران که شما اصلا نمیدونید کجا، زمین میشکافه، موشکای 12 متر میاد بیرون. خبر دارید صدها هزار موشک سپاه و ارتش و نیروهای قدس الان تو زمینهای دوروبر اسرائیل کاشتیم؟ میدونن، جرأتشو ندارن. یمن رو کنترل کردیم، نقشه رو در اونجا اجرا کردن، دوستمونو خواستن از ما بگیرن. یادتونه داشت کم مونده بود آمریکا و اروپا با هم متحد بشن؟ یادتونه داشت حمله میکرد هواپیما؟ یادتونه داشت میرفت؟ ایران سری رفت سراغ روسیه و چین، رفت به اسد گفت اسد یک کلمه میگم حرف نزن، بگو چشم، تو سلاح شیمیایی داری، کارخونه شیمیایی هم داری، بگو چشم،
عضو کنوانسیون رو خل سلاح و اگر نابودت میکنن. اسد گفت چشم، سلاحشو جمع کرد، جنگ قطع شد. حالا آمریکا میگه دیگه از سقوط اسد مایوس شدم، ایران منطقه رو کنترل میکنه. همشون میگن فرمانده منطقه بالای مرزهای ما سردار سلیمانی است. خودشون هم میدونن چجوری به کار میبرن، آب، غذا، سیستم هوا دیگه. بذار چند تا سند نشون بدم بهتون. بیوتروریست ترور میکنه این فرد، اینجوری ترور کردن. این دوتا گیاه ها همه تون میشناسید، به خصوص خانوما این دوتا گیاه رو بشناسید، کرچک و چشم خروس. کرچک سمی داره به نام ریسین. الان چند تا سند نشون میدم تو ایران چه اتفاقاتی افتاده. مجبورم دو سه تاشو نشون بدم، چون حفاظت من گفت همین دوتا رو بذار بسته، بیشتر از این نیازی نیست. فکر کنه بیکار نشستم. کرچک، موشکایی که عراق داشت، امام وقتی امضا میکرد قصنامه رو، فرمودن جام زهر رسیده بود به جای ما، تو فاف بودیم، من اونجا بودم، بچه ها داد بیزدن آقا اجازه بده دیگه داریم میریم اون طرف. گفتم برگردید، بچه ها نشستن به گریه کردن، بعضی ها لج کرده بودن نمی اومدن. نمیدونی چه داستانایی داشتیم، حتما بعضیاتون خاطراتو دارید. آقا الان که دیگه وقت امضای قطعنامه نیست، دیگه کار تموم، برگردید. عراق سلاحهای بیولوژیک آماده کرده برای تهران. عکس بعدی رو ببینید، بمب اتمی کوچیکی داشتن میدادن به عراق که تهران رو بزنه آمریکا. این موشک الحسین 12 متره، 1 تن سیاه زخم توش بود. من یادمه وقتی تهران رو میزدن، من مأمور امداد بودم. اون موقعی که شما نمیدونم کدوماتون سناتون یاد میده، میلرزید تهران، صدا میومد، صدای سوت میومد بعد انفجار. لاشه ها رو دیدی از کوچه پس کوچه ها می بردیم بیرون، موشکاش به اندازه ترلیه. قرار بود از اینا بزنه با آنتراکس. جمعیت تهران 8 میلیون نفر، آسیب 3 میلیون کشته از بمب اتمی. خط قابل کنترل هم نیست، شیوع پیدا می، اصلا سیستم کشور به هم می‌ریخت. امام آقا چیزایی میدونه که من و شما حتماً، ایشون چیزایی میدونه، حرفایی که میزنه. من میگم خط قرمز همه حرفای من حرفای آقاست. من اونایی که از آقا جلوتر حرف میزنن به نظر من احتمالاً خیلی اجتهادشون بالاست، من سوادم نمیرسه. هرچی آقا میگه خط قرمز ماست، از اون جلوتر پات نظر. آقا داره کنترل میکنه، فعلا که اتفاقی نیفتاده است، نه توافقی امضا شده است. چه جشن دارید میگیرید؟ مگه مجلس تایید کرده؟ مگه شورای امنیت تایید کرده؟ جشن توافق زرنگی نکنه دشمن ما رو بندازه تو چاله. اتفاق نیفتاده، ما هنوز در حال بررسی هستیم. ثانیا اون طرف هم هنوز تایید نشده. این هوشمندانه حرف زدنه، نه احساساتی شدن و جشن گرفتن تو خیابون رو افتاد. اتفاق نیفتاد. موشک الحسین میخواست تهران رو بزنه با 1 تن آنتراکس. بذارید برسم به اون اسناد. ایدز رو اونا ساختن. ببینید این سند بخونید، اونایی که دانشجویید برید تحقیق کنید. حرف من رو قبول نکن. آقای کرمی اومد تو جلسه یه چیزی گفت، اینی که از من نیست، این پروفسوریه به نام دکتر آلن کانسول از آمریکا، 30 صفحه سند داره. بابا 1967 ویروسی خواستن بسازن بدن سربازای دشمن رو، سیستم ایمنیش رو تضعیف کنه. گفتن تستش کنیم، رو تستش کنیم، میمون کردن جواب داد. بعد ببینید چیکار میکنن، و بلن رو انسان، رو کی بردن تست کردن. داستانشو بخونید، تو رو خدا اینا رو برید بنویسید تو این نشریات. ما باید برعکس، من اعتقاد دارم بچه حزب اللهی ها باید تو شبکه اجتماعی فعال بشید، در مقابل هر حرف اونا شما 1 مقاله بذارید، اشغال کنید شبکه های اجتماعی رو. من یکی از فعالین شبکه های اجتماعی هم، بیاید تو سایت های من ببینید، روزی 10 تا مقاله میذارم، 1000 نفر طرفدار دارم. میدونید چقدر آدم جذب کردم؟ بعد مدیریت کنیم. اونا دارن مدیریت میکنن، نه من مدیریت میکنم، تو مدیریت میکنی. دست به دست هم بدیم، هر کدوم تو شبکه اجتماعی یک سایت بزنیم، اسلام رو، مهدویت رو، بذار دنیا رو اشغال کنیم. چرا اونا کنترل کنن؟ او ساخته برای اینکه منو اذیت کنه، منو آسیب بزنه. من از ابزار او بر علیه خودش استفاده میکنم. این زیرکی بچه مسلمانه.
میگه که بردن تست کنن، گفتن تی تست کنیم، یکی برگشت گفت اعدامیای سیاه‌پوست، اینا که قراره اعدام بشن، شش ماه نگرشون دارید، ویروسو میزنیم بهشون، عذر میخوام، حبس ابدیای سیاه‌پوست، بهشون بگید اگه این واکسن رو بزنید تخفیف بهتون میدیم، چند سال دیگه آزادتون میکنیم، یا زندانی که قراره سال آینده آزاد بشه، اینا میمیره دیگه، سیاه‌پوست جهنم میکشن تو خیابون الان تو آمریکا. ویروس زدن، سیستم امنی شاتدان نکرد، یه سال، دو سال، سه سال، این اومدن تو جامعه اید. این میگه ها، این میگه اید شروع پیدا کرد. وقتی به پزشک عفونی ایرانی که میگم استاد عفونی، دکتر مندل میگه از میمونای آفریقایی، میگم دکتر تو رو قسمت به کی بدم، قسمت به کی بدم هرچی مندل گفت و خب بهش گفتن اینجوری بگو، تو حرف خودتو بزن، تحقیق کن، ایدز داره بیداد میکنه، آفریقا رو گرفته، نقشه رو ببینید، پاپولیشن کنترل یکی از راه‌ها ایدز. ببینید آفریقا، شاخ آفریقا رو، کشور داریم تو شاخ آفریقا 70% زنان سن بارداریش ایدز دارن. این آمار، منی که تخصص پزشکی دارم، این آمار به نظرم فضایی میاد، دارن کار میکنن، سیاه‌پوست نباید زیاد بشه تو جامعه. ببینید تو آمریکاش دارن میکشن سیاه‌پوستا رو، بعد خود آفریقا با ایدز، ببین چه کار کردن این قاره رو، برید بخونید، مطالعه کنید، اینا پروژه هاشون پروژه های بزرگی است. سارس رو میبرن تو آسیای جنوب شرقی، چین و سنگاپور و چیز داره رشد میکنه، یه دفعه سارس میره 1,000 میلیارد دلار با آسیای جنوب شرقی صدمه میزنه. 11 سپتامبر دو تا هواپیما میاد میخوره به برجا. من کرج در سالن عروسی بودم، هیچ وقت یادم نمیره، برادرم از آمریکا اومده بود روبرو من نشسته بود، موبایلش دیدم صدا داشت، صدا داد، ما دور هم نشسته بودیم، برادر تازه از خارج اومده، خب تحویلش میگرفتیم، موبایلش رو برداشت، یه دفعه احمد با حالت استراب بلند شد، چی؟ برجای دوقلو رو زدن. گفت علی برجای دوقلو رو زدن. گفتم تلویزیون رو روشن کن. دیدم دنیا به هم ریخت، همه میخوره القاعده فلان ایران زد. 17 سپتامبر رو شما شنیدین؟ همش گفتن 11 سپتامبر. مؤسسه مود منو کمک کن با هم یه کلیپ درست کنیم درباره 17 سپتامبر. ببین یه هفته فاصله است. 5000 نفر کشته شدن. نیویورک به هم ریخته، آمریکا به هم ریخته، دنیا رو به هم ریختن، زمینه آماده است. اتفاق دوم ولی زیر پوست. تعدادی پاکت توی آمریکا پخش میشه. این پاکت‌ها عکساشینه. روی پاکت ها رو میخونید؟ بخونید. اسما رو بخونید. آدمای عادی نیستن. سناتور داشل، رهبر اکثریت سنای آمریکا، مخالف حمله به عراق. آمریکا به عراق میخواد حمله کنه، سناتور اجازه نمیدن. تام بروکو، خبرنگار معروف MBC، کسی که با همه رئیس جمهورای ایران صحبت کرده. پاکت میره به دفترش. به ایران هم میرسه این پاکت، الان نشون میدم. 22 تا با کت رفت، 5 نفر کشته شدن، 5 نفر آمریکا رو به هم ریخت. بعدن 8 سال بعد معلوم شد فرستنده پاکت این آدم بوده. اسلام رو متهم کردن. چرا؟ تو این پاکت یه یادداشت هست، بدون یادداشت رو بهتون نشون بدم. بعد یه پودر هست، پودر سیاه زخم کشنده، اما تو این یادداشت یه چیز عجیب نوشته. ببینید، اسلام حراسی، پروژه بزرگ اسرائیل. اصلا این داعشی ها رو ساخته برای اسلام حراسی. سر ببرید. اصلا روش های شیوای عجیب و غریب برای کشتن ابداع میکنن. بعد پرچم لا اله الا الله رو میذارن سیاه اون پشت. قشنگ سناریو مشخصه. هر بچه اینو ببینه میگه وای این مسلمان ها چقدر خشنن. ببین چجوری بچه 10 ساله سر افسر سوری رو گرفته. بچه 10 ساله. فیلمش رو دیدین؟ من حالم 2 روز خراب شد. بچه 10 ساله داعشی سر افسر سوری گرفته، داره مثل گوسفند سرشو میبره و بالا الله اله الا الله بسم الله الرحمن داد میزنه. اسلام حراسی کاملا مشخص، ماموریت دار. تو پارچه نوشته، ببینید یادداشت چی نوشته. You cannot stop us, we have these anthrax, you die now. تو الان میمیری. Are you afraid؟ الان ترسیدی؟ اما آخریش قشنگه. This to America, this to Israel, Allah is great. مرگ بر اسرائیل، مرگ بر آمریکا، الله اکبر. اسلام حراسی
پروژه اصلا اسلام حراسی بود از اولش هم، چون گفت القاعده مسلمان زدن دیگه، ولی بعد کشف شد. خداوند همه توطئه‌هاشون رو بر علیه خودشون، اسناد داره همه کشف میشه، دارن تجارت بیماری میکنن تو دنیا، بیماری دارن میفروشن. وقت نیست استاد، میخوان صحبت کنم، به من اختار بکنه هر وقت وقتم خواب تموم بشه. باور میکنی دارن دنیا بیماری تولید میکنن برای اینکه داروهاشون رو بفروشن؟ شرکت های داروی میلیاردی دارو تولید میکنه تو انبارش نگر میداره؟ نه، بیماری درست میکنه که داروهاشو بفروشه. سند داریم، کتاب داریم، من ده ها مقاله دارم در مورد شیوع بیماری های عجیب و غریب از یه جای شیوع پیدا کرده. داروش قبلا شرکت فلان، و جالبه بدونید وزیر دفاع آمریکا رئیس از این شرکت هاست، همچنان که وزیر امور خارجه فرانسه رئیس شرکت مریو بود که خونه اون چیز داروی آلوده رو به ایران فروخت. اینا همه کله گنده ها نقشه کشیدن برای دنیا. اما خواهم زودتر تموم. شرکت های دارویی پشت پرده آنفولانزای خوکی، خودتون بخونید. آنفولانزای خوکی مانور سیاسی، وزارت بهداشت ما میترسه، بهشون میگم نترسید، این از سیاسته، آروم باشید. همش میخوان شما رو به اصلا میگن ملت را بترسون، کنترلش کن. یکی از روش های کنترل مردم ترسوندنشونه. تهدیدهای آمریکا چیه؟ روش روانشناسیه. بترسان آدم های ترسو قابل کنترل، آدم های شجاع رو نمیشه کنترل کرد، آدم های ترسو رو میشه کنترل کرد. بیوتریسم غذا و دارو، تهدید منابع غذایی و آلوده کردن مقداره ها، شروع بیماری های دامی. میخوای بهتون خبر بدم دامای قاچاق از این طرف اون طرف مرز داره وارد گله های ما میشه؟ حالا ما سیستم رصد گذاشتیم. دارو و غذا دو تا هدف استراتژیکن. واکسن، الان ببینید سردار جلالی چی میگه. در بهمن سال 90 معاون غذا و دارو گفت مکمل های دارو که تو این ورزشگاه میدن برای عضل ساختن، جوانا رو داره عقیم میکنه. دقیقاً روی نسل جوان قوی با قدرت عضل ساز، مکملای 2 کیلویی 3 کیلویی آرام آرام جوان ازدواج میکنه، 6 سال بعد باردار نمیشه. تب برفکی و معاون جهاد کشاورزی وزارت جهاد، ببین چی میگه. احتمال بیوتریسم از جانب کشورهای همکار و اوز منتفی نیست عزیزان، منتفی نیست. جنگلای زاگرس داره میسوزه. خانم ابتکار بنده را خواستن معاون تقاید تبری، رفتیم پیشش دکتر کرمی، آتشی در کار نیست، جنگلا دارن سیاه میشن، هزاران هکتار جنگل متردد، عامل بیولوژیکه، وارد کشور کردن، دارن میسوزونن ذخایر طبیعیمون رو، نمیذاریم ما هم بلدیم مقابله بکنیم. داستانش آخر در اسلایدهای دو سه تای آخر به من اختار کنید. محصولات غذایی تراریخته وارد کشور شده. ما کتابی نوشتیم، خواهش میکنم برید اینو دانلود کنید، همتون بخونید، خواهش میکنم ازتون. اسمش اینه جنهای تغییر یافته حقیقت تحریف شده. بزنید تو اینترنت میاد، تو سایت خود من drkerami.com بزنید. این 33 صفحه رو عزیزان من، شما بزرگان این آدمای متفکر این کشورید، این 23 صفحه رو بخونید. کتاب یک وکیل چاپ کرده تو آمریکا، 6 ماه پیش چاپ شد، سریع گفتم از آمریکا برای من فرستادن، 10 سال تحقیق کرده بر علیه دروغگویی های دولت آمریکا به مردم دنیا که مردم رو داری آلوده میکنی. در حدود 700 صفحه کتاب با 1150 ریفرنس ثابت کرده FDA مجوزهای دروغی به شرکت های دارویی میده، به شرکت های غذا سازی میده، مونسانتو به مردم دروغ میگه، بذرهای تراریخته وارد کشور شده. الان برنجی که داری میخوری تراریخته است، معلوم نیست رو بچه چه تأثیری داره. من که میگم برو برنج شمال بخر، میتونی دوستی، خب من خانوادم بالاخره یه تیکه شمالی هن، میگیم از مزرعه میریم سالم میگیریم، گوشتو میریم از جای زب میکنیم، تیکه تیکه میکنیم میذاریم تو فریزر، میشه، بخوای میتونی. برگردیم به طرف کشاورزی سنتی. سوم شهریور همایشی هست به نام اولین همایش کشاورزی ارگانیک. من اونجا سخنرانی دارم، حقایق رو باز افشا خواهم کرد. تراریخته میدید یعنی چی؟ یعنی یه ژن از میکروب وارد گیاه میکنن که مقاومش کنن با آفت. اون ژن یه سم تولید میکنه،
اینا میگن آفت رو میکشه، ما میگیم این روب سلامت بدن تأثیر داره. یه عده که نمیدونن منافعشون چیه، فلان، افتادن به دنبال این، به ما میگن شما مخالف علمید. هر جا سخنرانی میکنیم میگن دکتر کلامی باز مخالفت با علم کرد. میگم ما با من استاد دانشگاهم، کارم اینه، با من که نمیتونی بحث شانتاجی و ژورنالیستی بکنی، بیا بشین با من بحث فنی بکن. ما با این فناوری مخالف نیستیم، به شرطی که کنترل شده ببره تو مزرعه، مجوز نگرفته برنج بردن تو مزرعه. این وارد کننده های تراریختن، این میلیاردرهای شرکت های میلیاردی هن. من دارو نو ترکیب تولید کردم، از شرکت به من زنگ زدن، هنوز مرحله تحقیق بود، دکتر کلمی شنیدیم روی دارو کار میکنی، میدونی ما سالانه 100 میلیون دلار واردات این دارو مونه، میخوای نون ما را آجر کنی؟ گفتم بی انصافا بذارید تولید داخلی کنیم، میدم خود شما بفروشید. گفت دیگه ما نمیتونیم 100 میلیون دلار در بیاریم که کمرمون میشکنه، شرکت فلان از دست میدیم. میگم بابا با احتیاط، با علم، با دانش، با ارزیابی ریسک، خطر، نه حرف نزن. ما میگیم باید توسعه پیدا کنه، باید توسعه پیدا کنه. لطفاً اینو بخونید. جنهای تغییر یافته، حقیقت تحریف شده. من گفتم بچه‌ها این کتابو، این کتابه به نام Altered Genes Twisted Truth، کتابو امانت میدم ترجمه کنیم بذارین کش پخش بشه تو کشور، بذاری مردم حقیقی بدونن. دومی کتابی هست به نام Seeds of Destruction، بذرهای مرگ. بابا معلوم نیست این تاریخ داد چیان. من استاد مهندسی ژنتیکم، تردید دارم. علما به من میگن در چیزی که تردید داری چی کن؟ احتیاط کن. خب شما هم لطفا احتیاط کنید. چرا بردید تو مزرعه؟ صبر کنید با حوصله. روسیه نبرده، پاکستان نبرده، سوئیس نبرده، 50 تا کشور اروپایی نبردن. حالا آمریکا یه اکستریمیسته. بابا آمریکا رو مدل نگیر. آمریکا تو همه چیز افراطی است. تو جنگ افراطیه، تو همه چی افراطیه. آمریکا رو تو هیچ چی مدل نگیر. چرا سوئیس رو مدل نمیگیری؟ که بند کرده، ممنوع کرده. بابا سلامت مردم براش مهمه. آمریکا پول مهمه. 99% مردمن، 1% میگن کورپوریت. یعنی چی؟ یعنی تریلیاردرها. رئیس میکروسافت اسمش چیه؟ بیل گیتس. بیل گیتس میدونه چه مصیبتی تو آمریکا داره درست میکنه؟ مدافع شرکت مونسانتو پول داره، تریل ثروتمندترین انسان کره زمینه. احتیاط کنید. من میگم خط قرمز زمینه امنیت ملی، 1-2 سلامت مردم، 3 بهداشت و محیط زیست. این 3 تا خط قرمز منه. من استاد مهندسی ژنتیکم، بلدم هر ژن و کلون کنم، دستکاری کنم. منافع شخصیمو به منافع ملی ترجیح نمیدم. تو خونه مستجری زندگی میکنم، ولی اجازه نمیدم به این مردم صدمه بخوره. پول برام مهم نیست. 10 تا ویلا خریدی برای خودت، 6 تا شرکت زدی برای خودت، تا کی سیر نمیشی شما؟ امنیت ملی مهمه. بعد شما شده ابزار دشمن، ابزار صهیونیسم. صهیونیسم برای کشتن شیعیان نقشه داره. چرا شما اینو متوجه نمیشی؟ با بذر، با غذا، با دارو، ذرت هایی که به شکل اسمش چیه تو خیابونا میفروشن، به بچه هاتون ندید عزیزان من. بگید چی اسم این ذرت های خوشمزه، کره میریزن توش، چی ذرت مکزیکی. اینا همه تراریخته است. کیلویی وارد میشه با کشتی میاد. این دوتا مجله، بذرهای مرگ و Altered Genes، جنهای تغییر یافته، اینو من دارم، اینم فول تکستش توی فلشمه. بیایید اینا رو ترجمه کنیم، منتشر کنید. این خواهرایی که اینجا هستن مسئولن خانواده‌هاشون آگاه کنن، برادرها مسئول خانومش آگاه کنه، خواهرش تو فامیل نشستید 5 دقیقه تراریخ حرف بزن. برنجتون کیلویی همینجوری نرید فله‌ای بخرید. بابا غذاتون نمیدونید 20 سال بعد یه درد اینجا. دکتر فهیمی استاد طب سنتی بنده است، گفت دکتر کرمی مراقب غذات باش، مراقب غذات باش. همه چی از این غذاست. بدون هر رستورانی نرو، هر چیزی رو نخور، هر چیزی رو مراقب غذات باش، مراقب غذای بچت باش. کیلوی فلهی نخر. همه چی با هم قرقاتی شده، هم حلال و حرامشو در نظر بگیر برای اینکه بتونی سرباز امام زمان بشی، هم مراقب سلامتی، همش از این. دکتر قانعی استاد ریه به من گفت کرمی کاش گوارش میخوندم. گفت چرا؟ گفت 99% بیماری های ریوی گوارشی. در سال 1974 کنفرانس بین المللی جمعیت در شهر بخارست برگزار شد. در دسامبر همون سال هنری کیسینجر
وزیر امور خارجه و مشاور امنیت ملی رئیس جمهور وقت امریکا گزارش محرمانه خود را با عنوان مطالعات امنیت ملی آمریکا NSS M200 تنظیم کرد. این گزارش روند رو به رشد جمعیت جهانی را برخلاف امنیت ملی امریکا می‌دانست و با تشریح استراتژی امریکا در مورد جمعیت جهانی، سیاست‌ها، راهکارها، چگونگی همکاری سازمان‌های بین‌المللی و روش ترغیب و اقنای رهبران کشورهای مورد نظر برای کاهش روند رشد جمعیت را تبیین کرد. بنیادهای آمریکایی راکفلر و بیل گیتس و چند شرکت فراملیتی از جمله سرمایه‌گذاران اصلی هر دوی اینها هستند که نهایتاً ختم شود به پروژه‌های شیطانی یوژنیکس. پروژه یوژنیکس رو این بنیادها برای از بین بردن نسل بعضی از نژادها طرح‌ریزی کردن. پروژه‌ای که در دهه 1970 با عنوان بهانه انقلاب سبز برای تغییر ژنتیکی بذرها و دانه‌های گیاهی آغاز و ذرتی رو تولید کرد که وسیله عقیم کردن برای مردم بود و جالبتر این که وزارت کشاورزی آمریکا حامی تولید این ذرت بود. حالا طرح با انبار بذرهای قیامت در جزیره دورافتاده در نروژ با انبارداری مارگاریت کارلسون رئیس شورای جمعیت راکفلر در پروژه یوژنیکس گسترده تر می شود و کشورهای بیشتری مورد هدف قرار می گیرند و بذرهای رایگان در خدمت کشاورزان قرار می گیرند، بذرهایی که فقط یک بار می توان آن را کشت کرد. بذر رو جمع کردن به نام انبار بذر قیامت، چون میخوان جنگ جهانی چهارم که بیاد دنیا کره زمین نابود خواهد شد، بذر در دل یک چیزی که امکان نداره بمب هیچ هسته‌ای بهش برسه، صدها میلیون بذر رو نگهداری کردن برای زمان پس از ظهور. و این حرفا برای خودشون حرفایی دارن که خودش نشان دهنده نگرانی ها اون است. رژیم صهیونیستی پروژه یونیکس داره حمایت میکنه. ترور شخصیت‌ها با عوامل بیولوژیک. این عکس فوق‌العاده جالب و فارس گذاشته. تمام رئیس جمهورهای آمریکای لاتین که رفقای ما هستند،
حیات خلوت آمریکا سرطان گرفتن. نشان دهنده این است که دشمنان را به راحتی با عوامل بیولوژیک حذف می‌کنند. رئیس سازمان پدافند غیر عامل، شیوع آنفلانزا در مرغداری‌ها کار دشمن بود. سال 88 یک دفعه تخم مرغ قرمق در کشور تبدیل به یک فاجعه شد. نمی‌دونید چه اتفاقی افتاد. بنده تو صحنه بودم. مرغداری‌ها نابود می‌شد. با ترلی ما جسدها رو میکشیدیم بیرون. از ترکیه تخم مرغ وارد شد. تازه احیا کردیم خودمونو. برگشتیم. خدا رو شکر تولیدمون زده بالا. خدا رو شکر. خدا رو شکر. اینو ما ننوشتیم. اینو سوئدی ها نوشتن. بر علیه اسرائیل. سلاح‌های کشتار جمعی اسرائیل. اهداف و نیات. این اصلا به درد چاپ شدن توی مؤسسه موعود میخوره. این بر علیه صهیونیست هاست. موساد ببینید. در 10 سالی که در آمریکا در عراق بود 5500 دانشمند عراقی رو ترور کردن. خبراشو ندارید شما. رفتن جلوی در استاد PhD میکروبیولوژی کلشو داغون کردن. استاد مولکولار بیولوژی کلشو داغون. عراق رو از مغز تخلیه کردن. رفت 50 سال. الان هم که بعضیش اینطوریست. بله اونا نقشه دارن برای ما. 20 فروردین 93 پاکت ریسین رفت به اتاق خود اوباما. عامل این پروژه ضد شیعه است. اسم پروژه فان وکس. فان وکس یعنی چی؟ فان وکس بنویسم روی کاغذ چه معنایی میده؟ استاد میدونن. فان یعنی فاندامنتالیسم، یعنی شیعه، یعنی جهادی. هر چی فشار میاره ارزشاش از دست نمیده. دومی وکس، واکسین، واکسنی ضد شیعه. میشه واقعا رفتار یه آدم رو با ژن عوض کرد، با ویروس عوض کرد؟ میگم شما تا حالا بیمار حاری دیدید؟ ندیدید. من دیدم. سگی فجر توی من بخش پاستور یه جایی هست برای درمان بیمار حاریه. سگی فردی رو گاز گرفت، از زنجان فردی رو آوردن گرگه گازش گرفته، 3 روز طول کشیده، تب شروع شده، بعد میگه این فکام شروع کرد، ترشحات از بدنش میریزه، میگه این کنترل از دستش میده، دست خودم نیست این حرکات، و شروع میکنه حمله کردن، گاز میگیره آدم رو، وحشی میشه، مثل گرگ میشه. ویروس میتونه مغز و دچار تغییر قرار بده. اون که برای اونه، حالا ژن‌ها رو میتونن تغییر بدن. فان وکس عکسش رو نگاه کن، سی تی اسکن کرده، رو میمون آزمایش کردن، تغییر رفتار نشون میده. میگه ویروسی میخوام درست کنم آینده است، این مال 2006ه، میخوان 2020 استفادهش کنن. اینها میخوان ویروسی رو در جهان شیعه پخش کنن. آرام 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 بچه مسلمان رفتارش عوض میشه، دیگه خیلی حساس نیست به مسائل شرعی. میشه. من دارم کاری انجام میدم با دکتر اردکانی، پروژه ایست به نام ژنتیک رفتار. ازت سوال میکنم شخصیت شما چند درصدش ژنتیکیست، چند درصدش تربیت و محیط و غذا و مادر و پدر و فلان هست؟ میگن 60-40. داریم به چه جایی میرسیم؟ پروژه فان وکس. بعدی تمامش کنم دیگه. این اینجاست. ببینید چی نوشته. ایزده این میخوان بر علیه شیعه اینجوری کار کنن. ایزده پنتاگون دیولوپینگ جنوسیدال آنتی اسلام بیو وپن، سلاح بیولوژیک ضد شیعیان. جالب، اسرائیل پروژه‌ای داره، میگه فلسطینی‌ها جنش با من فرق دارن، با اینکه میکس شدیم ولی من پیدا میکنم. پرتغالای فرستاده بود به داخل لبنان، فلسطینی‌ها میخوردن مریض میشدن، اسرائیلی‌ها میخوردن مریض نمیشدن. ژنتیک مولکولی به اینجا رسیده. ما یه چیزی داریم در پزشکی داره میاد. جالبه، همون طب سنتیه تازه داره کش میشه. من اینو مقاله به زودی خواهم نوشت. این حرف شما نیست. اینو اسلام گفته 1000 سال پیش. تبایع طب فعلی. اگر تو حالت خراب بشه، حالت تهوع بگیری، عفونت بگیری، بری پزشک یه قرص بهت میده، بغلی هم بره همونو میده، اونم بره همونو میده. اون طب اسلامی میگه نه، تو طبعت سرده، تو نباید اینو بخوری، تو طبعت گرمه، تو دموی هستی، تو بلغمی هستی. اسمشو گذاشتم میدونید چی؟ تو خارجی پرسونال ژنومیکس، پرسونال مدیسین. خب اینکه طب اسلامیه که، چرا دزدیدید از ما به اسم خودتون کردید؟
پرسونال جنومیکس مال ماست. همین الان موبایلی دارم، من عضو یه جای طب اسلامی هستم، برام اومده بود خیلی جالب بود، داشتم تو راه که اومدم میخوندم، نوشته خصوصیات رفتاری افراد دموی، خصوصیات رفتاری افراد بلغمی، جالب با هم فرق دارن. اینو ما داریم میگیم، ولی چرا مقالش نمی کنید؟ اونا آیسایی میکنن تو دنیا به اسم خودشون ثبت میکنن. پروژه یونیکس، پروژه فانوکس رو ژن‌های خاص اسلامی کار میکنه. وقت ندارم، وگه نم مولکولیشو وا میکردم بهت میگفتم اون ژنش چی هست و فلان، که اونایی که دوست دارن یه کتابی چاپ شده بگم برو اونو پیدا کن، اسمش هست The God Gene، ژن خدا. دارم این کتابو پیدا میکنم ترجمهش کنم. ژن خدا، میگم ایمان ژنتیکیست، سند داره ها. 100 نفر آدمو پیدا کرده، آزمایش کرده، RT-PCR گذاشته، میگه تو آدمای مؤمن یه ژنی فعالتره، ولی تو آدمایی که هر کاری میکنی تربیت نااهرا چون گرد کامبر گنبده است، هر کاری میکنی آدم نمیشه، ولی اون یکی اصلا به دنیا اومده بچه اصلا خصوصیاتش میگن بچه مثبته. چی از کجا اومده؟ این دوتا برادرن، یکی این طرفی که این طرفی، من یه چیزایی هست. حالا انشالله بعدن سر فرصت منو دعوت کنید جمع بشیم با هم، این حرفای قشنگ درباره این مسائل دارم بماند برای انشالله آینده. بس این مال پنتاگونه. این کتاب همون کتابی است که گذاشته تو اینترنت. این میدونید کیست؟ نروژی که بام گذاشت نمید دو نفر رو کشت. اسمش اسم خاصی داره، کتابی چاپ کرده به نام 2083، مانیفست 1100 صفحه است. من این کتابو خوندم، 3 ماه 1500 صفحه است. کتاب الان در اختیار منه، فایلش هر کی میخواد بیاد بخونه. 200 صفحهش میدونید چیه؟ چجوری مسلمان ها رو با عامل بیولوژیک بکش، چجوری تو زیر زمین درست کن. میگه تو اروپا این مینه صلیب گذاشته، European Declaration of Independence، مسلمان ها از اروپا باید خارج بشن، حالا که نمی روند همشون رو می کشیم، روش کشتن حذفشون می کنیم. نوشته تو همسایگیت مسلمان هست، دعوتت جا، کتاب بخونید از من نشنو، بگیر فایلشو از من برو بخون. 2 ماه طول کشید، حوصله نداشتم، ولی شبیه 10 صفحه 20 صفحه می خون. نوشته دعوتشون تو قهوهش یه چیزی بریز، یواش یواش حسشون کن. تعدادشون رو تو اروپا گرفتن، دیدی که بم گذاشت، انقدر اینا افراطیان. این کتاب الان تو اینترنته، البته شاید حس شده باشه، من 3 سال پیش دانلود کردم، فایلش رو دارم، شاید حس کردم. تمام رسپی های ساخت عوامل بیولوژیک گذاشته تو کتاب. نامرد تروریستا اینو برداشتن، شده اینی که اسلایدهای آخرمه. کنترل جمعیت هم شنیدید دیگه، نگم، اسلاید شد دیدید رد بشم. پروژه، این پروژه فقط این عدده یادتون باشه، این پروژه است، NSSM 2000. برید ببینید، هزاران صفحه داره. با غذا کمشون میکنیم، با واکسن بردن تو آرژانتین، دخترای 16 تا 20 ساله گفتن برای حفظ سلامتی واکسن زدن، با به سن بارداری رسیدن، ایداد بیداد، اینا چرا باردار نمیشن؟ شورای انقلاب فرنگی ما چاپ کرده، منتشرش کنید اینو تو مجلاتتون. جنگ جمعیتی، ستیز صهیونیست علیه ملت ها، تو رو خدا اینو منتشرش کنید، اطلاع رسانی کنید، کسی خبر نداره. من اساتید دانشگاه پرسیدم، دم نخوندن اینو. صهیونیست داره رو جمعیت ما. بهار 92 چاپ شده، کجا؟ شورای عالی انقلاب فرهنگی. ولی تو اطلاع داشتی؟ حالا دیده بودی؟ ای خدا، نقشه کشیدن برای ما. ببینید، برید اینو بخونید، حالا بخونید. Alternative World، جهان جایگزین، بخونید تو رو خدا. Global Trends 2030، من توشو خوندم، برامون نقشه دارم برای 2030. بخونید اینو، ترجمه کنید، بخونید. نقشه دارن تا 2050. مقاله دارم تو اینترنت، برید بخونید. من گذاشتم علی کرمی، پزشکی در 2050، پزشکی در 50-100 سال آینده. اسم کرمی رو بیارید بخونید، اینا دارن اونو برعکسش میکنن. من میگم نظام سلامت افسایش، اونا میگن کاهش.
میکشیمتون، مریضتون میکنیم، مبتلاتون میکنیم، انقدر درگیرتون میکنیم حوصله جنگ نداشته باشید. اون وقت 15 سال دیگه جانکری گفت، میدید چی گفت تو مجلس؟ گفت 15 سال دیگه ببینم میتونیم با ما مقابله کنی؟ رکنو گفت، یعنی تو 15 سال برات نقشه دارم. عکسای اینم هیچ، اینا رو ول کنید. اینا سپاه گفت، سردار جعفری خدا حفظ کنه، گفت مقابله با بیوتروریسم و تروریسم لیزری داستانش جداست، تخصص من نیست، دعوت کنید در دستور کار. ابلاغ شد، فعال شد سپاه، دستگاه خریداری شد، پدافند غیر عامل فعال شد. حالا وقت بود براتون میگفتم چه ها کردیم. بله، فکر میکنید ما هم بیکاریم؟ بگوید نمیدونیم دشمن چه میکنه، ولی دشمن هوش، هر روز تاکتیکش رو عوض میکنه، هر روز. دوستان اونجا وایستادن، نمایندگی کشورمون سازمان ملل ویروس پخش کردن توش، کیهان اینجا محل صدور ویروس های خطرناکه، برید بخونید، روزنامه‌شو در بیارید بخونید. واکسن های آلوده به کشور وارد شده، واکسن آنفولانزا نزنید تا زمانی که آدم های مطمئن بگن. دوروبری ها گفتن واکسن نزنید. من ضد واکسن نیستم، من خودم سازنده واکسنم. واکسن مطمئن بزن، بپرس، زنگ بزن، دکتر سه نوع تو بازار هست کدومشو بخرم؟ میگم مارک فلانو بخر، اونو بزن. رئیس سازمان پدافند چی گفته؟ این بیماری فروشه که فلان میکروب ها با دستکاری ژنتیکی سرعت بارگیری اونها رو افزایش میدن، در مقابل سرعت کشندگی رو کاهش میدن، دستکاریش میکنن. دبی بروکی اخیراً تو تهران اومد. ابولا که شنیدید چه خبر تو دنیا کرد؟ ببینید دنیا به هم وصل شده، یک اپیدمی اون طرف دنیا، 8 ساعت دیگه تو تهرانه. تو فرودگاه ما سیستم گذاشتیم، آدم تربیت کردیم، تمام نیروهاشون رو تربیت کردیم. بله بیکار نیستیم، همین همایش که شما گذاشتید استاد کم تأثیر گذاشت. بگذاریم، این لپتاپ داعش آخرین اقسامه. ببین بخونید، لپتاپی پیدا شده، مبارز جهادی میگه وارد اتاق شدم، اتاق منفجر شده، لپتاپ مونده طرف در رفته، لپتاپو برداشتم بردیم تو، لپتاپ قفله از کار افتاده، دادیم بچه های ازبالله ماشاءالله زبل، قفلشو وا کردم، پهبادشو وا کردن، لپتاپ وا نکنن. از توش چی در آمد؟ چیز وحشتناکی در آمد. داعش دنبال سلاح بیولوژیک است. اون آیسل داعشه دیگه، میدونید که دنبال سلاح بیولوژیکه. این هم عکسایی که اخیراً استفاده کردن در مرز سوریه، کفش هدیه کردن به این بدبختایی که تو این چادرها هستن. صدها کامیون اومد کفش داد. یک بیماری عجیب با این زخمای وحشتناک شروع پیدا کرد تو این بیمارا. هنوز برای ما هلال احمر نمونه نیورده کفش کنیم سمه یا چی هست. به هر حال اینها فعال شدن، عمل کردن و خدا رو شکر البته ما هم آلرتیم. پروژه ژنوم ایرانیام انجام شده دیگه، من وقت ندارم اینا رو توضیح بدم، مفصل هست. ولی در خاتمه برای اینکه نصف کار نبونم، بدونید که بو جای کلانی خرجش میکنن، ولی تو کشور متولی سازمان پدافند غیر عامله. ممکنه بگید که دکتر اینقدر ترسوندی آخرش نگفتی چی؟ گفتم خب خیلی کارا کردیم. ما قرارگاه زیستی داریم. قرارگاه زیستی رصد میکنه. بذار جات کشاورزی هست، بهداشت هست، همه هستن. یک شنبه ها جمع میشیم اونجا ببینیم تو کشور چه خبره و با این بحران ها مقابله میکنم. وقتتون رو دیگه نگیرم، خستتون کردم و سلام علیکم. یک صلواتی بفرستید.